در یازده ماه گذشته در شش گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده تا به گفته خودش مردم را در جریان امور قرار دهد. اما کدام امور؟ مردم خودشان بهتر از دولت از گرانی ها و تورم بالا خبر دارند. ابراهیم رئیسی طبق معمول حرفهایش را با فرافکنی و مقصر دانستن دولت قبل آغاز کرد. در سوم شهریور سال 1400 که دولت کارش آغاز کرد ما در بودجه 1400 مبلغی به عنوان ارز ترجیحی دیگه برامون باقی نمانده بود اون چه بود در دولت گذشته هزینه شده بود او برای کوبیدن دولت قبل حتی به ارائه آمار غلط و خودساخته هم متوصل شد ما کشور رو در وضعیتی تحویل گرفتیم که ما تورم 60 درصد ماهانه رو داشتیم اینو که خب مردم عزیزمون میدونن مردم کدام آمار را باور کنند این نرخ تورم نقطه ای در سال 1400 طبق داده های مرکز آمار ایران. بر اساس این آمار که در صحت آن هم تردید وجود دارد، تورم ماهانه در آغاز دولت سیزده حدود 43 درصد بوده، نه 60 درصد. معلوم نیست ابراهیم رئیسی این اعداد را از کجا آورده؟ در گفتگوی اخیر آمده بود به مردم امید بدهد اما از حرفهایی که زد پیامی جز ناامیدی به گوش نمی رسد. برای نمونه این چشمندازی است که او در مورد جبران کسری بودجه دولت می دهد. من فکر کنم دقیق اگه محاسبه کنن با این میزان یارانه ای که ما داریم پرداخت می کنیم اصلا مبلغی باقی نمیمونه تا ما بحث از کسری بودجه کنیم ببینید ابراهیم رئیسی میگوید هر ماه حدود دوازده سیزده هزار میلیارد تومان هم بدهی دولت حسن روحانی را میپردازد این هم دو دو تا چهار تای او از درآمد و هزینه دولت درآمد نفت چهل درصدش در حساب صندوق توسعه ملی قرار میگیره درسته بله. ما برخلاف سنوات قبل که استجازه میشد از رهبری معظم انقلاب اسلامی و بخشیش در بودجه به عنوان منابع ازش استفاده میشد امسال اولین ساله که ما از این منبع استفاده نکردیم یعنی یکی از منابع رو ما دست دادیم یعنی نداریم الان پول نفت چهل درصدش در حساب صندوق توسعه میاد چهارده درصد و نیمش میره به حساب نفت برای توسعه میادین نفتی و هزینههایی هایی که هستش چقدر تش میمونه؟ چهل و پنج درصد برای دولت میمونه خب با این چهل درصد یعنی چهل و درصد پول نفت در اختیار دولت هست برابر قانون ما 45 درصدی که در اختیار دولت هست البته کالای اساسی است حالا امسال مسئله کرونا داشتیم و مسائل مختلفی که برای کشور وجود داره و نسبت به این پول نفتی که مطرح شد لذا اینا شفافه این که ابراهیم رئیسی میگوید با این 45 درصد درآمد اگر دولت حتی بتواند همین چند ماه آینده را بگذراند و یارانه‌هایی را که قول داده پرداخت کند شق القمر کرده اما این تصویری است که او میخواهد ارائه دهد روی دیگر سکه اما رشد روزافزون نقدینگی گرانی بیشتر کالاها و خدمات و افزایش نارضایتی و بیاعتمادی مردم به وعده های مسئولان جمهوری اسلامی است مهدی بیگی رادیو فردا